دختران در غور در بدل مواشی، سلا و زمین به شوهر داده می شوند. بسیاری در این ولایت دور افتاده دختر را سرمایه پدر فامیل می دانند و آن را مطابق به پولی که دریافت می کنند به نکاح یک مرد در می آورند. رئیس امور زنان در این ولایت نیز با تایید این مسئله می گوید مرد سالاری هنوز هم در بسیاری از خانواده های مردم غور حاکم می باشد. از جهت دیگر فعالین مدنی در این ولایت تاکید دارند که فروش دختران در بسیاری از مناطق غور به یک رسم تبدیل شده است. بسیاری از دختران در ولایت غور حق انتخاب شوهر را ندارند و مجبور هستند بر اساس خواست والدین خود تن به ازدواج بدهند. تحقیقی که به تازگی از وضعیت زنان در غور صورت گرفته نشان می‌دهد که در اکثر مواقع دختران در این ولایت در بدل مواشی، سلا و زمین وادار به ازدواج می‌شوند. باشندگان این ولایت می‌گویند تمام دغدغه یک جوان در حال حاضر ازدواج است. در تحقیق صورت گرفته آمده است که یک دختر حتی به مبلغ 20 لک افغانی به یک مرد کهنسال در ولایت غور به فروش رسیده است. ملاها، رئیس جمهورها، همگی دهی بار باید تاکید داشته باشند که دختر فروشی باید من شوه. به ایسی برادر همین خوشنات ها مکمل همین دختر همین خانوادگی ها شروع شده. اصلا ای مری گرفتن نه مری شهری نه بخی ده این محیط ما یک اصطلاح یک سنت باطله جور شده که بسیار به قیمت های گذاف به 20 لک به 15 لک برادر به 18 لک به 30 لک آلی هم بشیده دو بدل گو گوسفند دخترار میفروشند. در این حال مسئولین اداره امور زنان در این ولایت نیز تایید می کنند که هنوز در برابر دختران و زنان در این ولایت بیمهری صورت می گیرد. هاجره بشیر مدیر حقوق ریاست امور زنان این ولایت می گوید با وجود تلاش های زیادی که برای دادخواهی حقوق زنان صورت گرفته اما هنوز هم مرد سالاری حرف اول را می زند. او نیز تایید می کند که دختران در بدل مواشی به زور تن به ازدواج می دهند. عامل اصلی که خوشنطار در غور افزایش یافته مریای گزاف به خصوص فروختن خانم ها به بهانه ازدواج که در بدل اونها گاو گوسفند پول گزاف و حتی اسلحه تبادله میشه از جمله مشکلاتی هست که ما دچار هستیم که به نظر دیدگاه ما خلاف کرامت انسانی هست فروختن یک خانم مسلمان. فعالین مدنی در این ولایت میگویند در تحقیقی که در مورد وضعیت زنان در این ولایت صورت گرفته نشان میدهد که وضعیت زنان نسبت به گذشته بهبود نیافته و هنوز زنان قربانی سنت‌های ناپسندیده محلی میباشند. حسن حکیمی که این تحقیق را انجام داده است میگوید بسیاری از مردم فروش دختران را به قیمت بالا باعث فخر فامیل میدانند. 80% دختران در ولایت غور و حتی پسران بدون رضایتشان به ازدواج داده میشوند. 99% دختران چیزی که بنام پیشکش یا میریه گفته میشه هیچ گونه حق ندارن. 60% دختران زیر سین یا در بدل یک دیگر داده میشن، بر علاوه که به خون داده میشن، بد داده میشن و افراد مسلح غیر مسئول داده میشن، به اجبار داده میشن. ولایت غور یکی از ولایات دور افتاده و درجه سه کشور محسوب می شود. طی چند سال گذشته بدترین نوع خشونت علیه زنان در این ولایت بیشتر از هر ولایت دیگر افغانستان رخ داده است. سنگسار، قتل و تازیانه خوردن از عادی ترین مسائلی بود که در غور صورت گرفته است. برخی کارشناسان بر این عقیده هستند که موجودیت افراد مسلح غیر مسئول و طالبان مسلح در ولسوالی های این ولایت باعث شده تا قانون به صورت دقیق تطبیق نشود.